بیننده صدای آمریکا هستید بخش فارسی رادیو تماشا من ماه منیر رحیمی هستم امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید شش صبح یک شنبه هفته هم. اسفن ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است برابر با نه نیم شنبه شب هفتم مارس یا مارچ 2015 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان طی گفتگو با خانم مهرنگیز کار از چهره های سرشناس حقوقی ایران امروز میپردازیم به هشتم مارس روز جهانی زن این صدای آمریکا در واشنگتن است امروز به وقت ایران هشت مارچ یا 8 مارس است که از سوی سازمان ملل متحد به نام روز جهانی زن خوانده شده و در سراسر سر دنیا به شکل‌های گوناگون گرامی داشته می‌شود. در ایران اما در دوره‌های مختلف به دلایل متفاوت با اقبال چندانی مواجه نشد. امسال هم از سوی بسیاری از جناهای تندروی کار مورد بیمهری قرار گرفته است. از جمله خبرگزاری پارس طی گزارشی حتی نسبت به معاون رئیس جمهوری اسلامی با تعن و کنایه سخن است چه یک هیئت از سوی جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده برای شرکت در پنجاه و نهمین نشست مقام زن معروف به پکن بیست راهی نیویورک آمریکا شده است این موضوع را با مهرنگیز کار در میان میگذارم یک نویسنده و پژوهشگر سرشناس در حوزه حقوق زن خانم کوره عزیزم خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون به خصوص در چنین روزی خیلی متشکرم ممنونم میدونید من اولین بار اولین بار عمرم حقوق و مفاهیم مربوط به حقوق زن رو از شما یاد گرفتم 20 سال یک سال پیش یعنی آشنا شدم مثلا به گوشم خورد برای اولین بار کوچولو بودیم خانم کارجان این خبر رو شنیدید ارزیابیتون چه هستش نخستین تحلیلایی که راجع به این به ذهنتون میاد بفرمایید خواهش میکنم بله خب به باعث تاسفه برای در همه کشورها کوشش میشه که دست کم روزهای نزدیک به هشت مارس و به طور کلی در ماه مارت مثلا یک نویدهایی به زنان بدن و یک امیدهایی به وجود بیارن برای زنان در برابر انتقادها و اعتراضهای زنان پاسخهای عملی و خوشحال کننده ای داشته باشند حالا ما مواجه شدیم با اینکه خب یک هیئتی که مربوط است به دولت جمهوری اسلامی یه بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی که در رسش یک روحانی است به نام آقای روحانی که ریاست جمهور هستند تصمیم گرفته این مجموعه که زنها رو هم در زنان ایرانی کاملا مدافع جمهوری اسلامی رو که با نظام جمهوری اسلامی کار می کنند و در اون نظام اجازه دارند که تشکل داشته باشند تشکل های ثبت شده داشته باشند اینها رو به نحوی در این نشست بهشون امکان و اجازه مشارکت بده و خانم شاین دختر مولا وردی هم که معاونت رئیس جمهور هستند در رأس این هیئت بر نیویورک گویا 18 مارچ و با 14 نفر و البته با تعدادی شاید بیش از 100 نفر ام. از اعضایی که خب عنوان شده این جی او ها ولی حالا ما اگه فرض کنیم اینجوه هم نباشند یعنی به صورتی که میشناسیم یعنی استقلال کامل نداشته باشن و مرتبط باشن به جناهای حکومتی اون هم اشکالی درش نیست اون چه مسلمه این تشکل ها تشکل های مورد وسوقه سازمان های امنیتی بودند که توانستند تا حالا سر پا بمونن اتفاقا خبرگزاری پارس دقیقا انگشت گذاشته بر این که در این گروه تعدادی یا افرادی هستند و به خصوص یک نفر را اشاره کرده که از فیلترهای امنیتی رد نشدن مورد تایید قسمت های تا اطلاعاتی نیستن اینا جناح های داخلی یعنی های داخلی ببینید اگر که های... بخوایم به گسترده به موضوع نگاه کنیم یک دعوای جناهی بر سر مثلا یک نره یه هیئتی که داره میره نیویورک و احتمالا مثلا این هیئت تعداد زیادیش هم فکرانه آقای روحانی هستند به حال دعوا دعوای جناهیه و این وسط خب حقوق زن مثل همیشه قربانی میشه اما منظور من اینه که اساسا اگر که شما این مطلب رو بخونید درش هیچ گونه منطقی پیدا نمی کنید این کاملا معلومه که این هیئت خط قرمزا رو در نظر گرفته روی دو موضوع تمرکز داره یکی بیماری اجزه و یکی خشونت بر ضد زنانه به هیچ وجه حرف از برابری نیست به هیچ وجه حرف از تجدید نظر در قوانین کشوری نیست اه ولی میبینیم که چجور دارند با... کاملا برخورد برخورد جنسیه یعنی آدم واقعا نمیتونه بفهمه که چرا یک بخشی از این حاکمیت که دارای تریبون های مطبوعاتی هست با این کلام مستحجن درباره مسائل مهم صحبت میکنه از اول تا آخر اتهامی که میخواد به چسبونه به این هیئت اینه که اینا میخوان هم جنس بازی رو گسترش بدن چون راجع به کنوانسیون رفع مثلا کلیه اشکال تبیزا میزد زن حرف میزنن اینا میخوان فحشا رو تقویت کنن ولی هیچ جا نمیگه که به علت وجود قوانینی که از اول انقلاب گذروندن تا کنون چجور کنترلی رو فحشا داشتن چجور کنترلی روی اعتیاد داشتن چطور مثلا نرخ طلاق پایین افتاده یا روابط خارج از ازدواج اینا رو نمیگه ولی فقط اتهامات جنسی میزنه به این حرکت هایی که بخشی از بیرون آوردن ایران از انزوای جهانی است. <applause> همکار خیلی دوست داشتم ولی نمیدونم اگه وقت شد آخر سر دوباره به این موضوع برمیگردیم که چرا در مجموع ایران واقعا در ایران این هشت مارچ که روز جهانی زن هستش چرا در ایران ازش استقبال نشد در شکل های مختلف در دوره های مختلف این اگه فرصت کردیم برمیگردیم ولی الان یک خبر دیگه داخل ایران موضوع حق آئل مندی هست که من دیدم شما هم راجع بهش مقاله داشتین و اینکه زنان معلم اعتراض کردن تظاهراتی خیلی آروم و مسالمت آمیزی داشتن و از این حقشون دفاع میکنن اینو برامون بیشتر به لحاظ حقوقی توضیح بدین که ماجرا چه هستش بله ببینین در شریعت مطابق احکام شهر مرد باید نفقه بده و مرد مسئولیت داره که هزینه زندگی رو تأمین بکنه برای زن یک چنین مسئولیتی پیش بینی نشده قوانین ایران هم حتی قبل از انقلاب در این مورد همین طور بود یعنی پرداخت نفقه جز مسئولیت های مرد بود و از این موضوع نتیجه گیری های مختلفی شده یکی اینکه خب ریاست بر خانواده با مرد بر اینکه ناناور حق ولایت ام. داره بر بچه ها حق ولایت داره در عمل حق ولایت بر همسرش داره چون میتونه مثلا از سفرش جلوگیری بکنه و خیلی آثار و طبعات داره این اما یکی از آثارش که در وقتی محدود به مناسبت هشت مارس و اون حرکت شجاعانه ای که زنان معلم چند روز پیش در ایران شروع کردن که تظاهرات خاموشی بود البته در کنار مردان معلم اینها تمرکز رو گذاشتن بر حق آئل مندی مم. یعنی ضمن اینکه همه معلم ها یه ایران از حقوق ناچیزشون و مستمری ناچیزشون و گله کردن زنها به صورت خاص از اینکه محرومن از حق عائلمندی. مندی حق عائلمندی مندی الان هم به زنها به صورت استثنایی داده میشه منتها در مواردی که زن ثابت بکنه که شوهرش مثلا 60 سال به بالا داره، دارای آنچنان هایی هست که کمیسیون پزشکی میگه نمیتونه کار بکنه و در هر حال یک سرپرست یک خانه موجود محسوب بشه. مصرف کننده است، فقط مصرف کننده و زن سرپرست خانواده رسما محسوب بشه. حالا نمیگن رسما، اسمش اون نیست. اون اون اسم رو نمیگذارند بهش ولی اون موقع اجازه میدن که حق آئل مندی به زن تعلق بگیره خب این شرط شرط آسونی نیست در بسیاری از خانواده ها مردایی هستن که به هر دلیل نمیتونن کار بکنن و زن بسیار سخته براش که این رو مطرح بکنه و خب میدونیم که در ایران بالاخره یک فرهنگی هم وجود داره اسمش فرهنگ مردانگی در خونه ها و مردا دوست ندارن که خودشونو قرار بدن در این موقعیت که بگن ما مثلا نونخور زنمون هستیم ام. و بعضی وقتها اصلا زنها ترجیح میدن که غرور اون مرد رو جریه دار نکنن ام. و به ازایش بسیاری از بدبختی ها رو سر خودشون بیارن در هر حال یکی از موارد بارزه تبعیض قانونی بر ضد زنانه که خب خوشبختانه در روزهای نزدیک به 8 مارس زنان معلم ایرانی با تظاهرات خاموشی توجه دادن بهش ولی این خاص زنان معلم نیست و همه زنان شاغل ایرانی به نحوی گرفتارش هست به عبارتی این هشت مارچ فرصت و زمان تصادفی میمونی شده برای این قضیه ولی اصل قضیه همچنان هست حالا نزدیک عید نوروز هم هستی من سوالم حالا یکم شاید اداری باشه اینکه که مثلا وقتی به مردا عید نوروز و اینها عیدی میدن به نسبت آهل مندی که داره مثلا تعداد افرادی که زیر سرپرست خودشون هستن شاید این به عید نوروز نزدیک شدنش و اینکه زن های همچین حقوق برابری رو دارن طلب میکنن ها خب نه من تصور نمیکنم تصور نمیکنم دلیل عمدش وضعیت اقتصادی, اقتصادی و به خامت وضعیت اقتصادی و گرانی و تورم در ایران که خب یک سنفی مانند سنف معلم رو انقدر در فشار گذاشتی که خب خیلی از اینها بعضی وقتا جاهای دیگه کار میکنند یعنی من یادم میاد موقعی که تو ایران بودم بعضی وقتا سوار تاکسی میشدم راننده تاکسی میگفت که من در جنوب شهر معلم هستم درس میدم ولی میام مسافرکشی در شمال شهر میکنم که شاگردای من منو نبینن درست. یا برعکس در مدارس شمال درس میدادن و میرفتن در مناطق جنوبی مم. تهران مسافرکشی میکردن خب اینا به هر حال صدمات غیر از اینکه صدمات معیشتی میزنه به بخش های بسیار مهم و سازنده اون کشور که معلم ها هستن از نظر فرهنگی هم اون جامعه رو بیش از اونچه هست گرفتار میکنه یعنی چون کیفیت کار پایین میاد شما وقتی که خسته هستین شما وقتی که نمیدونین بچه هاتون رو چجوری تأمین بکنین طبیعتا معلم خوبی هم نمیتونین باشین خواهیم کار اقتصادی دستنگی های اقتصادی به ویژه در ایران به طور سنتی به ویژه در ایران ایام عید پیش از عید بیشتر خوش نشون میده و فشار رو بیشتر مردم انگاره حس میکنن تا حالا تو بخش فرهنگی هستیم صحبت از معلم ها شد اجازه بدین یه خبر دیگه بود راجع به اینکه که رؤسای چند دانشگاه تعیین شدن اما هیچ کدوم زن نیستن نظرتون راجع به این خبر چه هست؟ خب ببینین. الان همین تناقض تناقض دولت آقای روحانی با سخنانی که قبلا گفته درباره زنها و این واقعیت که در هیئت های علمی دانشگاه ها در ایران زنان حضور دارند زنان بسیار برجسته و بسیار دانشمند در این هیئت ها حضور دارند خب حالا آقای روحانی فرزند برای اینکه به زنها وزارت بده گرفتار تندروها بود آیا درسته که برای ریاست دانشگاه ها هم یک چنین عذری رو ما ازشون بپذیریم در حالی که این همه زنان شایسته در هیئت‌های علمی دانشگاه هستند اینم میشه گفت که یک هدیه منفی بود که آقای روحانی به زنا به مناسبت هشت مارس داد. بله. نجاب خبر چندان دلپذیری نبود. خیلی کارجام. چند سالی بعد از اون نارومی های سال 88 هشت و هشت اینها گروهی از مادرانی که بچه هاشون حالا یا از دست رفتن یا زندان شدن یا تبعید شدن یا به هر حال ماجرا داشتن یا یه عده با همدلی با اونها جمع می شدن در پارک لاله و اینها به, به, مرور عنوان مادران پارک لاله نام گرفتن اینها اخیرا یه کار جالب کردن که کار حقوقیه کار حقوقی تا به زبان ساده به صلاح همه فهم به عبارتی راجب این میشه برامون کمی توضیح بدین که چی بله جریان اول توضیح شما رو اینجور تکمیل بکنم مم. که بله درسته که در سال 88 این عنوان رسانه ای شد مم. ولی در خیلی سالهای پیش زنان اندکی بودند که بازماندگانی بودند از کسانی که در سال 67 به قتل رسیده بودن مادران و اعدام شده ها. بله بله و اینا مادران خاوران نامگذاری شده بودن و اتفاقا خانمی رو که من همیشه به دفترم مراجعه میکرد خانمی به نام خانم پروانه میلانی که اخیرا درگذشت من یادم میاد که یک تنه چقدر زحمت میکشید برای اینکه شاید از دولت آقای خاتمی اجازه بگیره برای ترمیم این گورستان و گورستان برای اینکه سنگ بگذارن برای اینکه سنگ هم که میگذاشتن میشکسن و خلاص داستان خاوران خیلی زیاده ایتوزه من یه پرانتز اینجا توضیح برای شنوندگاه بینندگاه یاداور وقت بشم که گورستان خاوران در حقیقت اجساد اعدام شده های دهه شست و هفتاد رو خب بیشترشون رو میبردن اونجا و به شکل به صلاح جوری تحریم شده منزوی جوری محجور افتاده بود و نمیذاشتن خانواده ها حتی به اون گورستان رسیدگی کنن جانم بله مورد مرده قرارشون روی دیوارهای مخروبش بسیار حرفای ناپسند میزدن و خب به هم ام. اونجا در حقیقت این یکی از گورستان های اونها بود که اونا رو هم قبرا رو ابتدا از بین بردن ولی ام. حالا یه بخشیش باز بهایی درش دفن میشن و میرن سنگ میذارن خراب میکنن میرن از کنار دریا صدف میارن میذارن روی قبر عزیزانشون بارون میاد خب این صدف ها رو میبره در هر حال حالا اون داستان بسیار بزرگیه ولی این مادران پیابقشون پی, پی... از اونجا آها. بله اینا به هم پیوستن, یعنی پی میشه گفت صحیح. به یک نوعی به هم پیوستن و به همین دلیل مقتدر شدن نیرومند شدن از نظر از تأثیر گذاری و حالا آخرین کاری که ما ازشون دیدیم که خیلی کار پسندیده و به مناسبت هشت مارس هم اینجا انجام دادن مفاهیم دادخواهی به زبان ساده و مروری بر فعالیت های دادخواهانه است که به صورت یک کتابی خارج از کشور منتشر کردن و رو میتونین بگیرین یکی از این دوربینا میتونن نشون بده نمیدونم بله, بله, همینطوری بگیرین خودشون بله, بله و خب میتونن همه از کتاب فروشی های شهر محل اقامتشون م. این رو بگیرن و حقیقتا کار زیبایی برای اینکه دادخواهی رو به کسانی که حالا اگرم امید ندارن ولی علاقه دارن به دادخواهی به صورت ساده به زبان ساده می آموزه و این آموزش به نظر من قدر و منزلت خیلی زیادی داره دستشون در نکن انصافا خب همیشه رسم بوده یعنی مدت ها در حقیقت اعتراض و گرد همایی و شعار و تظاهرات و ناراحتی اما این بار با یک کار تحقیقی پژوهشی من دارم تلاش میکنم که با دوربین نشو بدم تحقیق پژوهشی به زبان ساده که خب کار ارزشمندی، میشه گفت وقعا بار مثبت داره و صدرم. خیلی خوبه آگاه آگاهی رسانه بله. بله و بله. جالبه خیلی جالب. خیلی خواهم کارجان شما غیر از اینکه تمرکزتون تمرکز خاصتون بر حقوق زنان برابری حقوقی قانونی زنان هستش ولی حقوقدانین در درجه اول چه خبر از مسائل قانونی حقوقی ایران چه خبر تازه از زنان, زنان بله حقوق زنان بله بله خب متاسفانه در دو سال اخیر ما مواجه هستیم با اینکه دارند محدودیت های قانونی رو نسبت به زنان زیادتر میکنند مخصوصا در مورد هجاب دارن تشدید میکنن همین که دارن تصویب میکنن و خیلی هم تصویب کردن اون طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رو یعنی به اینا یه مسئولیت میدن که هر کار دلشون خاص بکنند و اون وقت آدمای خاصی خواهند بود از این به بعد در حالی که اساسا فلسفه امر به معروف و نهی از منکر رو اگرم بخوایم بپذیریم که جهان امروزی دیگه اقتضا نمیکنه این نیست که مثلا یک حتما در دست بسیجی ها قرار بگیره یا دست, دست جات خاصی قرار بگیره یه امر اخلاقی یک توصیه اخلاقی خب این به نفع زنان نیست برای اینکه با هجاب زنان اصلا مربوط میشه بیشتر از همه و بیشتر باعث توهین به زنها میشه یا قوانین دیگری طرحهای دیگری در دست تصبیه به بر زنان اما اگر منظورتون این است که اساسا امیدی هست بله. به اینکه بله. تجدید نظر بشه در قوانین موجود بله. ما همیشه منتظر میبینیم آیا تغییر جهت من نمیبینم مصبت داره پیش من میره یعنی؟ امیدی رو در ناسیه نهادهای قانونگذاری و قضایی کشور نمیبینم و حتی دارن میخوان از اون چی که هست هم وضعیت رو تبعیز سر بکنن و اخیرا هم شاید امروز یا دیروز آقای لاریجانی که رئیس قوه قضایی هستند اعلام کردن در قوم که قوانین جزائی اسلام پاسخگوی نیازهای جامعه است البته نگفتن قانون مجازات اسلامی این رو ما میفهمیم ولی چون قانون مجازات اسلامی بسیار مشکلات و مسائب برای مردم ایران و حتی خشونت های رو قانونی کرده بر ضد متهمان مثل قطع دست انگشت یا حالا مثلا مجازات اسید پشتی که یه چشم من نمیدونم اون پزشکی که میاد یه چشم یه آدمی رو کور میکنه چه جور پزشکیه ولی خب ایشون گفتن که البته باید در قوانین جزایی بررسی و تنقیحات لازم صورت پذیرد و گفتن متاسفانه برخی معتقدن، که قوانین جزایی اسلام به درد جامعه امروز نمیخورد و تاکید کردند که باید در امر قضایی که اجتهاد علمی شایسته صورت بگیرد برخی از روشنفکران مدعی میشوند معارف دینی مولد نیست و مصرف کننده است و این بدان معناست که قرآن و سنت مولد, مولد نیستند و از این گونه سخنان و در نهایت خواستند بگویند که برای اجتهاد در معارف دینی روش و ابزار کافی لازمه در هر حال ما از اون چی که ایشون فرمودن استنباط میکنیم که اولا قوانین جزایی کنونی که داره در ایران 35 6 ساله به اجرا گذاشته میشه احتیاج داره به اجتهاد احتیاج داره به رفع مشکلات و ثانیاً ایشون تاکید میکنه بر وضع موجود بنابراین خب ایشون کاملا در نقطه مقابل بعضی از فقیهان فیلسوف مثل آقای شبستری که معتقدن که نه تنها قانون مجازات اسلامی خوبه که اصلاح بشه و بلکه باید اصلاح بشه این تقابل کاملا به زیان زنان هست چون در این قانون به شدت نه فقط مرد و زن هر دو مورد تحقیق قرار می گیرند و تنبیهات جسمی که اصلا دیگه مال این زمانه نیست نسبت بهشون اعمال میشه و, و, ولی زنها بیشتر در معرض مخاطرات هستند و اونها را از نه سالگی به سال هجری قمری هشت سال و نیمه به سال شمسی بهشون به عنوان مسئول در امور کیفری نگاه میکنند و دیگه بقیه مسائل که خشونت علیهشون هم ترویج میشه با قوانینی که در این مجموعه هست در حال در حال حاضر امیدی وجود نداره برای تجدید نظر در قوانین کنونی ایران به نفع زنان نمیدونم به عنوان روزنامه نگار شاید اجازه نداشوشم بگم متاسفم ولی به عنوان یه شخص یه فرد و یه زن فکر میکنم بتونم بگم خیلی متاسفم خواهیم دکتر ام امروز به هر حال روز جهانی زن در جهان سراسری دنیاست اینکه چرا در ایران با بیمهری مواجه میشه و شده و این همه ساله انقدر ازش استقبال نشد در دوره های مختلف باز هم بماند ام پرسش محوری که اگه بخوایم برگردیم به عنوان این روز این هست که چرا چنین نامی براش نهاد سازمان ملل اهمیتش چیه یا چه فایده ای داره خب ببینید روزهای خاصی وجود داره مم. فقط روز زن نیست بله سازمان ملل روزهای سازمان ملل ملل رو رو کرده ده. البته هر کدوم از این روزهایی که تعیین شده یک پشتوانه تاریخی داشته پشتوانه تاریخی این روز هم اعتراض زنان شاغل بوده در نیویورک که خیلی به برخوردهای سنگینی کشیده شده و در هر حال میشه گفت روزیه که زنان های جدیدی پیدا میکنند برای اینکه موقعیت خودشون رو با عموم در میون بگذارند و اعتراض بکنن به تبعیض هایی که نسبت بهشون روا داشته میشه و یک مفریه برای اینکه حرفاشون رو بزنن و حکومت ها رو متوجه بکنن نسبت به خواسته هاشون خب این در ایران نه قبل از انقلاب جا افتاد 8 مارس و نه بعد از انقلاب و متاسفانه باید گفت که قبل از انقلاب این روز رو جوری نگاه میکردن انگار فقط روزیه که کمونیست ها اون روز زن میدونن چون مبنای اقتصادی داشت جنبش های, 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 های چپ هم خب نسبت بهش خیلی احترام داشتن و در حقیقت هم درباره مز بود درباره حقا برابر هر... سالری بود درست بله دستمزد دست برابر ام. بود بعد از انقلاب هم که باز حکومت اعلام کرد که دینیش هشته مارچ رو اجازه ندادن به صورت رسمی برگزار بشه هرچند تا وقتی که من در ایران بودم یادم میاد تو خونه ها تعداد زیادی مراسم هشت مارچ برگزار, برگزار بشه خواهی میکار عزیزم امیدواریم که سالهای سال 8 مارد شما رو در برنامه داشته باشیم میزبان شما باشیم سایتون بر سر حقوق زنان بماند مستدام خیلی مچکرم من امیدوارم که قوانین ایران هرچه زودتر و وضعیت زنان ایران هرچه زودتر متناسب بشه با تحولات اجتماعی ایران و جهان بله. بازم ممنونم از حضورتون در برنامه خاص امروز و از شما هم متشکرم از همراهیتون با ما بمانید با بخش دوم خبرها لطفا یک بار دیگه روز جهانی پاس میداریم و از همتون چکریم که ما رو همراهی کردیم تا همکنون برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا به پایان میرسد به شهر پراگ میردیم و همراه میشیم با برنامه صبحانه با خبر از استودیو رادیو فردا من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا همراه رامش و مهمان برنامه خانم مهرنگ کار برای همتون آرزوی اوقاتی خوش دارم تا فرصت بعدی